سلام ایرانیان سلام فارسی زبانان سلام عزیزای دل سلام جان برادر سه سر تو دوستان عزیز امروز همین اول بالاخره خاک بر سر زیبا کلام بنویسید هرچند احساس میکنم دیگه این خاک بر سر زیبا کلام جواب نمیداد اون کوبش و برش اولیه را ندارد امروز در ادامه بحثمون به این قبیل امور خواهیم پرداخت که آیا نظام در این بحر از زمان به جریان مذهبی پشت کرده و به این مسئله هم خواهیم پرداخت اما در ابتدای بس آقا شواهد و قرائن میگوید که عملیات وعده صادق دو با امید خدا قطعی کوبنده صورت خواهد گرفت با خصوص اینکه مذاکرات بنتنبونی آمریکا و این کشورهای بیغیرت عرب مثل مصر و قطر هم به شکست انجامید دیگه تمام تفکیرشون به تعدی کن مذاکره سال آتش بس از نظر زیر مشکلون که بارها گفتم یعنی آقا تسلیم شدن همه چیز رو باید فلسطینی ها دست به نقد بدند اما تعهداتی که اسرائیل داره اونو باید مشمول زمان باید داره بعد بشینی بیریم چه کار کنیم حکایت برجام خودمونه که ایران همه چیز رو دست به نقد داد اون چیزی که آمریکا باید انجام میداد با هزار اما اگر مشمول زمان و نه تحریم های یوتر شاملش بود نه کاتسا نه چیزهای دیگه سبک و روششون رو بعد مذاکرات دست غرب کرد در صورت این صحبت های خبرنگار مشهور عرب هم ببینید که به زبان فارسی میگه آقا حمله از چارده آوریل هم قدرتمندتر خواهد بود و روز اول گفتیم سی سگوینیستا داریم این کاسا کردیم حالا بعضی ممکنه این شبه باشه واسهشون ایجاد بشه با روی کار آمده این دولت غرب گرا و بعضا بعضی هاشو با افغان افکان معاندی و این چیزا آیا وعده صادق دو صورت میگیرد؟ به صحبت های امروز عباس عراقچی و پالس مذاکره که باسه اروپا و آمریکا فرستاده است هم خواهیم پرداخت که چرا این گونه صحبت ها در این بحره از زمان اصلا درست نیست برا حتی دوستان ما رو محور مقاومت هم نسبت به ما بدبین میکن آش نخورده دهن سوخته خب ببینیم خبرنگار چی میگه به نظرم موضوع حمله ایران و رد دقت کردید چه در کشورهای دنیا داره موج آموزش زبان فارسی گسترده شده در کشورهای مختلف و این قدم مبارک و خیلی این عمل اجرامی اسرائیل قطعی شد یعنی به نظرم ایران ان شاء الله اقدام میکنی با اسرائیل حمله شبیه با حمله چهار دوم ابریل ولی به نظرم این حمله بیشتر و بزرگتر در این حمله چهار داه ابریل اصلا ایران این کارش تقریبا حدود نه مشکه های میخواد میرسی با اسرائیل و الحمدلله هفت مشکه های رسید بله میگه هدف این بوده که ایران در عملیات وعده صادقی یک قدرتش نشون بده که من توان ضربه زدن به سگونیستا رو دارم علی رغم که یانکیا بی پدر و مادر حکام مرتجه مرتجع عرب همگی در خدمت سگونیستا باشن اما تیرن ابابیر از صد میگذرد به 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 ای بنازم سی رش ای بنازم وقتی وی استارت میزنی چی خورش میکنه و سوخت میسوزه با هوا قاطی میشه ای... حرکت رانش موشک واقعا زیباترین موسیقی دنیا یعنی همینطور رو تارپود وجود من یکی حرکت میکنه عین او دارم یه سمفونی خوشگل از چایکوفسکی و دریاچه قور رو دارم گوش میدم عین <applause> او دارم اوپرای جوزپه وردی رو دارم گوش میدم واقعا زیباست و البته با سبک خودمون اراهور 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 هور هور, هور. بینندگان عزیز توجه فرمایید تلاوی و حیفا با خاک یکسان شد بله و خود ت... تلیگر کانال چهارده سرگونیستا میگه ایران مطمئن از کرتش اسرائیل را در کنار باختری مشغول نگه دارد در حالی که هماس از آرامش غزه برای تقویت خود استفاده خواهد کرد غز... کران باختری هم باید مسلح شود اینو مرشد ما دو سال قبل گفت با امید خدا میریم بذارید هشت اردن تشکیل بشه اینو سپرده بچون محور مقاومت به بچون هشت شبی عراق که چند ماه پیش اعلام کرد فرمونده کتاب با حزب الله که دوازده هزار اردنی آمادن تا در کنار محور مقاومت اصله به دست بگیرن می میدونید خب برای رو پنجاه درصد جمعیت اردن فلسطینی تبارن اردن ده میلیون جمعیت دار پنج میلیونش فلسطینی تبارن آوارگان فلسطینی کرانه باختری هن عراضی ازال که چلهشت کمی حکام احمق عرب میگفتن تشویق میکردن که آواره بشید سرزمینان گذاشتن واسه سعیونیستا چرا الان مردم غزه با این همه تلفات و کشتار و با این همه مشکلات بهداشتی و غذایی و بدبختی و آب و اینا حاضر نیستن از غزه برن چون میدونن اگه رفتن دیگه یعنی سپردیش به سعیونیستا ریشم بوتا میچونه زیر مشکلونیا و الله هم به زودی عملیات خودشو انجام میداد برور اینو وزیر سابق لبنانی گفته بله اینو وزیر سابق گفته جنگ قریب الوقوع حزب الله و رژیم صهیونیستی مروان حماده نماینده سابق پارلمان لبنان و سیاستمدار ضد حزب الله خب میدونید دوستان در حزب الله در لبنان دو جریان چهارده مارس و 17 چی بود اکتبر 17 یه ب... که چارده مارس نزدیک به صد حریری خائن های دو پیلی و اینا باش امثال سمیر جعجه خائن جاسوس این جریان فالانش های لبنان که منجر به جنگ داخلی شد فرمانده جنوبشون اون گمال جنرال ارتش سابق لبنان بود که فرار کرد اسرائیل هم چند سال پیش ریق مرگ و سر کشید خدای من کی بود و فرمانده شمالش هم سمیر جعجع جع بود چند سال تو فرانسه هم اینا به شدت زده هزبولان تو جنگ سی و سه روزه هم دقت کردید اسرائیل اصلا سمت اونا رو نزد یعنی بیروت شمالی رو نزد بیش از زاهیه رو میزد کاری با سنیا و مسیا نداشت البته مسیا هم دو, دو شاخن مارونیا یه شاخش که میشل اون رئیس جمهور لبنان بود که یکی دو سال پیش دورش تموم شد اون نزدیک به حزب ولی شاخه دیگرش مثل سمیر جرجه و اینا اصلا یعنی نوکر سگونیستان در از صورت اینا آمدن زایه رو زدن که مردم زایه وایسن روبروی حزب الله بگن شما عامل بدبختی من. چند روز پیش فیلمی گذاشتم که یه سنی لبنانی میگفت من از دست حسن نصرالله ناراحتم لیش چاچرا <تصفح> گفت به خاطر اینکه حکم جهاد نداده من برم بر علی سگونیستا مبارزه کنم فکر میکنون نیروهای حزب الله فقط شیعن نه برادران حتی مسیحی ها هم هستند شما ببینید در شهر مرجعیون شهر مرجعیون یه شهر در جنوب لبنان مسیحی نشینه زمانی که سگونیستا اومدن خب زدن نابود کردن فلان بعد زمانی که فرار کردن حزب الله لبنان اومدن با برنج استقبال کردن زنان مرجعیون و او شهرهایی هم که خراب شده بود خود مقاومت اونا رو بازسازی کرد یعنی پایه دارد ریشه دارد و این تیر دشمنان حزب و... مثل لیبرال های بی شرف وطنی خودمون مثل براندازان گمال دوپیلی که حکومت بزن ولی ایران نزن فکر میکنه اینا قابل تفکیکه او بمب دو سه هزار پوندی که فرود میاد ای جمهوری اسلامی این ای ایران هرچند تو ایران گفتن شم صادق نیستن میگه دیپلماتای های غربی نزدیک به مذاکرات فعلی به ما اطمینان دادن که جنگ همه جانبه بین حزب الله و اسرائیل در روزهای آینده اگر نگوییم چند ساعت آینده آغاز خواهد شد به گفته منابع میدان اصلی نبرد شرق از جلیل ای جلیل جز خاک لبنان بوده اشغال کردن به جز مزار شبعا مثل اه... بلندی های جولان بله به گفته منابع میدان اصلی نبر شرق جلیل از جلیل منطقه جولان و دریاچه تبریه خواهد بود نیروهای کمکی بزرگی از نیروهای محور مقاومت شامل عراقی ها یمنی ها و افغان ها به من... جپه جولان اعزام شدند از بچه های یمن هم برادران یکی دو تا تیپ نیرو پیاده شده شیران یمن در کنار حزب الله خیلی کمک کردن به بچون یمن یعنی محور مقاومت در هم تنیدن حزب زمانی که سعودی و اطلاف پشمکی رو به راه انداختن طوفان قاطعیت طوفان <تص> بنتمبونی حزب <تص> نیرو فرستاد و کمک کردن به بچون یمن تو حوزه موشکی مستشاری و چیزهای دیگه حالا نیروهای یمنی و به قول معروف بچون یمن نیرو فرستادن اینو چند ما پیش هم در موردش صحبت کردیم یمنی هم خوشیه را یه ویدیو امروز می دیدم. یمنی فیلم گرفته بود در پیاده روی در کربلا که به اون بچه عراقی میگفت که اینجا چای داری گفت بله چای دارم چای ایرانی داریم عراقی داریم بعد یکی دیگه, با... یکی دیگه بچه ها بهش گفت شما یمنی هستی گفت بله گفت باید بیا یمنیا کرامت دارن یا مردن شیرن اصلا مقاومت کل شیره کل دلاورن در از صورت اوزاشون واید خربان اساق بریک جنرال ذخیره اسرائیلی میگه تازه اخیرا گالان شروع به بیدار شدن کرده و در کمیته امور خارجی و امنیت اعلام کرد که پیروزی مطلق مزخرف از زیرا ما جنگجویان کشته و مجروح را از دست میدهیم بدون اینکه فرصتی برای دستیابی به برای دیدید مثلا دختر میذارن از سوسک فرار میکنن بابا اینا شکلاتن جنگجو نیستن جنگجو یعنی و یمنی ها و چی بر یا هزبالان جو قفم و گردان های رزبان ایچه میکنیم تو دهن حلو برو تو گلو ای خدا سگونیستا خریت کنن با لبنان وارد جنگ بشن ای امیر خواهید دید که چطور شمال فلسطین اشغالی آزاد خواهد شد روزی که سگونیستا وارد غزه شدن یادتون میاد چی بهتون گفتم؟ گفتم سگونیستا وارد ویتنام خودشون شدن و ویتنام شد یا نه؟ ارتش پوشکی یه زمانی واسه این حکام بی غیرت عرب ارتش زفرمند و شکست زیر سگونیستا میگه اسرائیل ظرف یک سال می فرو میپاشد و همه راه ها از نظر سیاسی و نظامی اسرائیل را به ای میکشاند و به زودی ممکن است به نقطه بی بازگشت برسیم بله کانال ابری کانم میگه موشک شلیک شده از لبنان از 7 اکتبر تا کنون باعث بروز 790 آتش سوزی که 189 هزار متر مربع رو بلیده که تعداد بی سابقه بسیار بیشتر از آتش سوزی است که در جریان جنگ دوم لبنان و آتش سوزیه کرمل در سال 2010 رخ داد بله اقتصادان اسرائیلی خن هرزوک افته اسمت میگه شاخص های نگران کننده ای وجود دارد که نشان میدهد اقتصاد اسرائیل به سمت رکود وحشتناک پیش میرد و فعالیت های اقتصادی از کندی شدید و کاش مداوم و شدید سرمایه خارجی اصلا دارن همه میرن برادران عزیز همه در حال فرار بله واشنگتن پست میگه برابرتا حاکی از این است که سناوار به توافق تبادل اسرا علاقمند است اما او به امید اینکه ایران و حزب به اسرائیل حمله کنند و جنگ را به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل کنند بازی انتظار را انجام میدهد ببینید برای اینا چرت پرتای فیک نیوز آمریکایی سنوار گفته یا ما پیروز میشویم یا اینجا یک کربلای دیگر میشود آه مگر قبل از هفته اکتبر مردم غزه شرایط خوبی داشتن یه زندان بزرگترین زندان روباز دنیا بودن این مسئله باید حل بشود اتفاقا این سگونیستان که به شدت به آتش بس نیاز دارن نه سنوار س... غزه چیزی دیگه واسه از دست دادن ندارد نه زیرساختی مونده نه چیزی مونده اما سگونیستا دارن مردم غذه ریشه دارن اما این بیبوتای های صادراتی که با اعلامیه استعماری لورد بالفور ایجاد شدن هیچ ارقی به این سرزمینشون یا چیزشون نداره فرمانده پدافند قرارگاه خاتم الانبیا ارتش گفته پدافند ما در منطقه خاورمیانه اصلا بی نزید من میگم یکی از بهترین سیستم های پدافندی دنیا رو ایران داره خواهم گفت چرا بیم... امیر سبایی فرد بهش بیم چیه گویی جنگ اینو به ما دیکته کرد و فرمان حضرت آقا هم هستش که باید قوی باشیم باید قوی شویم الان با جرأت عرض می کنم که نیروی مقتدر و قدرتمند پدافند هوایی بهترین شرایط ممکن هستیش الان وقتی که عرض میکنیم قدرت مطلق پدافند هوایی در منطقه هستیم نمیره و در دنیا حرف برای گفتن داریم یک واقعیت انکارناپذیر است. نمیرد، امیر نمیره دشمنان این را میدانند ولی عرض من این است که تجهیزاتی که الان ما داریم تجهیزات صد درصد بومی و غیر وابسته به هیچ کشوری ببین دوستان پدافند ایران هم شرقیه مثل S300 حالا تو این روزا بس مطرح شده بود که S400 هم وارد ایران شده مثل تورم یک سامانه پدافندی کوتاه برد تورم یک که مچ میشه با اس 300 خیلی قوی میشن و اس 400 که خودش هم برد بلند، بلنده و یه سامانه کوتاه برد هم همراه سامانه از چون این سامانه های برد بلند خودش هم نیاز به محافظت دارن برارو توسط ریس پرنده ها و کروز ها و چیزهای دیگه در از صورت و هم غربیه مثل هاک یکی از پایگاه هاک ما در دسفول دسفوله و اونجا هم پا... پایگاه چهارم شکاریه و یه هاکی دیگه هم داریم با خودم هم پایگاه هاک نزدیک ما پادگان شهید باکریه اینا آمریکایی هم برادر همین دیدید که ستاین ایتوری اینو اینا هاکن تو جنگم زمانی که ما موشک های فینیکس تموم کردیم واسه اف 14 تا مدتی هواپیما عراقی که می اومدن قفل راداری میکرد اف 14 روشون فرار میکردن تا میفهمیدن اف 14 قفل کردن روشون در میرفتن بر میگشتم. بعد مدتی فهمیدن نه F14 تیر ندارن مشقی <تص> بعد ایران اومد تو جنگ از همین موشک هاک که البته یه کمی سنگین بود واسه اف 14 بزرگتر از فینیکس استفاده کرد و میتوس اهداف تا 90 کیلومتری مورد هدف قرار بده که خیلی کارهای خوبی هم داشت بعد که ما فینیکس مهندسی معکوس کردیم و فکور 90 ساختیم که ما جون دل سده 60 کیلومتری هدف میز اصلا نمیدید کجا خورده فینیکس هم اینطوری مستقی نمیاد بزن تو هواپیما میره بعد میره بالا بالا میزنه تو هواپیما بزن و فراموش کنه فینیکس من چون گران بود و اف 14 هم یه جنگنده کام تخصصی پدافندی بود به درد آمریکا یا آمریکا همه جنگاش تاجومی فقط هم به ایران داده بود واسه همین بازنشستهشون کرد هزینه نگهداری F14 خیلی بالاست ما اگر میخواستیم F15 بخریم زمان شا هر F14 میتونستیم سه تا F15 بخریم البته F15 نسل A ای. نه ای F15 ای که الان میبینیم واسه همین الان به صحبت های سناتور رند پال میرسیم که آقا اگر ایران به این قدرت امروزش رسیده ولا بلا تلا ام مسلم خدمتی است که ما آمریکایا به ایران کردیم چرا تحریمشون کردیم ایرانیا بومبس وجود نداره ایرانیا هر صدی رو میشکنن هر دیواری رو فرو میریزن در نشد از پنجره از پنجره را گربه رو بالاخره ای از این مانع رد میشه دارن اعتراف میکنن که آقا فشار حداکثری به شکست مطلق انجام روسیه ایران یه ابر قدرتیه و رنتون میگه ما فکر میکردیم ایران سلاح بفروش روسیه لاد گول انت امسودن دیوونه کریزی <applause> قپولی هستی <applause> خلو دنگ دد نمیسه این که تا دو سال پیش که همچین تلقیه داشت ایران به روسیه سلاح بفروشد خنددار بود باور نکرده اصلا باور نکرده نیه یعنی اصلا مسخره بود جاک بود اصلا تو فکایی ممکن بود توش استفاده میکردن ولی الان به واقعیت پیوست بله و این اعتقاد رو داریم که بله جنگ های این چند دهه اخیر هم با هشت سال دفاع مقدس بسیار فرق داره بسیار توفیر دارد ولی چون که ما تجهیزاتمون را خودمون میسازیم تجهیزات ما وقت که میگوییم لبه فناوری به روز دنیاست واقعیت است آه، یادم رفت بگم گفتم بخشی از پدافند ما شرقیه بخشیش غربیه اما بخش مهمتر پدافند ما بومیه خب این پدافند برای رو کد دارن مثلا زمانی مطرح شده بود او اوائل 2010-2011 زمان مدودوف و اینا که با کلی بازی و اطفار روسا و زمان براخت تو زمین امریکایا بازی میکردن میگفتن که روسا کدهای اسیسد رو اسرائیل دادن یا همچین بحثی مطرح بالاخره خودش یه بحث دیگه وقتی کدش بدن یعنی دشمن ما به نقاط ضعف قدرت این پدافند آگاهه میدونه نقطه کورش کجاست میدونه از کجا باید بهش ضربه بزنه میدونه چطور از سدش عبور کنه اما پدافند های بومی ما الا ماشالا باور سی باور سی هفتاد و سه اگر درست گفته باشه آره 373 باور با حروف ابجد شده باور 373 ورژن یک تازه ما ورژن دوش ساختیم که در حد S400 خودش حالا ممکن بگید بس این چرا ما S400 میاریم به خاطر که ما S400 واسه سخو 35 ها مچ شدن رادارشون به همدیگه نیاز داشتیم یا باید میرفتیم آواکس می خریدیم از روسا یا باید اس 400 می خریدیم خب ایران ترجیح میده اس 400 بخره که هم به رینگ پدافندیش تقویت بشه کمک کنه بعد انواع سامان های میان برد مثل پونزه خورداد تبس تلاش تلاش تو سه ورژن سامانه سوم خورداد زوبین دسفول الا ماشاءالله ما ورژن های مختلف سامانه های برد بلند میان برد کوتاه برد سامانه واسه ریس پرنده ها امروز توسط بچون خوب دشمن دیگه این آشنایی باش نداره واسهش ناشناس وحشت داره هونه درمونه چون که خود میسازیم و جلوگاهی نداریم حتی جلوتر از تهدیدات ما هستیم خود سا می سازیم هر چقدر تهدیدات بره جلو و تجهیزات ما هم به مراتب پیشرفته تر خواهد شد مثلا همه ما در راداری پیشرفت کردیم رادارهای آرای فازی میسازیم جون دل هلو همه اینا رو برید داستانشو بخونید تو دیه بعد جنگ یک سامانه پدافند شلپسه داشتیم بعد این مال سامانه اون چینیه چی بود سام سام هفت از چین گرفته بودیم بچه ها اسفان بردن و از روش اون پداف... چیه رادار ملی معروف شد به رادار ملی رو ساختن همینطور خورده خورده ما پیشرفت کردیم ما موشک نقطه زن چطور دسترسی بهش پیدا کردیم موشک فاتح صدده رو اولین بار که ساختیم تا اولین موشک نقطه زن ما فاتح صدده بود با 300 کیلومتر. داستان چیه اینو همین سام هفته که از چینی آوردیم به در نخور البته باهاش چی؟ باهاش یه هم شکار کردیم یه میگه 25 شکار کردیم یه هواپیمای هایپرسونیک که نه F14 به گرد پاش میرسید نه F4 میرسید این سه ماخ سرعت داشت ببخشید سه هزار کیلومتر در ساعت سرعت داشت یه اندکی کمتر ازش تو اسوان شکارش کردن با همین سامانه چینی بعد تهرانی مقدم شهید اومد موشک راکت زلزالو با همین سامانه سام هفت ادغام کرد تلفیق کرد موشک نقط زن فاتح صد دست ساخته شد به همین خوشگلی به همین راحتی بعد الا ماشالله ورژن های مختلف دیگه وقتی که یاد گرفتیم دیگه بقیهش آسونه بقیهش حلوه بله این صحبت های فرمونده پدافند که آماده ایم سگ و نیسای دیوپیری ببینید سناتور رندپال ببینید دوستان که در آمریکا بگم من آیا این فرزند اون سناتور رندپال معروف جمهوری خواه بود و آدم خیلی خوشفکر منصف و جز اقلای جمهوری خانه چون اون سنش بالا بود اگر دوستان میدونن لطفا تو کامنت ها بنویسن نسبت این رندفال به اون رنپال چیه که ظریف رفته بودن تو دوره ترامپ خب نوکان های قپولی آمریکا به قدرت رسیده بودن با رنپال گفتم با اینکه جمهوری خواب بود ولی آدم منصف و خردمندی رندپال اما این سناتور رندپال هم آدم خردمندیه اینم آدم درست راستیه رنپال میگه من امروز اسرائیل را دیدم من امروز اسرائیل را میدیم که به تحریم میدیدم که به تحریم ایران رأی منفی دادم جنرات های سگیونیست دارو سناتور رندپال از مجلس آه ببخشید آه... خ... کانال ما بلدی سناتور رندپال از مجلس نمایندگان آمریکا خرد کپوت با یک خبر رسانید کسی که تو مجلس نمایندگانه بهش میگن کنگرسمن نمیگن سناتور خاک دست سرت ما رو هم به اشتباه انداختید به حساب از کانال های معتبر هم این خبر من برداشتم سناتور رندوار در مجلس نمایندگان آمریکا ایم ای خبرنگاری در ایرانه با همه ادعا اطفاراشون ایتوری ایشون سناتور نیستن رندفال میگه که من مورد سرزنش زیادی قرار گرفتم به خاطر رأی منفی دادن منفی دادن های متعدد به تحریم ایران اما الان همه به حرف رسیدن که تحریم و فشار بر ایران بیفایده است مکتب سید و شهدا نیروی اراده و ایمان تلفیق میشن و تبدیل به یک صد خیبر شکن میشه که هر مانعی رو بر میداره هر دژی رو فرد میکنن به راحتی مثل او و هر تا تا شک نکنید برا رو اما نیروی اراده و لیبرالیسم غربگروی میشه شمی فضاحت که میبینید برا رو سیاست ورزی های ما در دولت و مجلس و این اقتصاد و صنعت و ماشین و فلان میگه الان وضعیت اسرائیل را همه مشاهده میکنن همه دنیا منتظر حمله ایران هستند و غرب هم در کنار آنها منتظر است تا از اسرائیل دفاع کند دنیا چطور ورگشته برارو شما نمیتوانید حکومت ایدولوژیک ایران را با تحریم و فشار وادار به عقب نشینی کنید بلکه باید خود, با نزد... خود را به آن نزدیک کنید میگه هیچ وقت گرون و گربه گربه یا به ما تو لوری گروه گربه <applause> هیچ وقت گربه رو خف نکن همیشه یه راه فراری براش بذار وگرنه گربه چی میشه پلنگی برادران یه دوستی داشتم دارم ماشالله دوم تیکل کد <تصفح> یه گربه ای بوده وارد اتاق میشد ای خدا ای خدا مفتادم دنبالش گفت یه روز مهمان اومدن اومد برام منم میخواستم زخم یه کمی هن در بکنم و خودی نشون بدم آ من عالم رستم بود با پهلوان گفت <تصفح> رفتم داخل اتاق چوبی چوبیم بردم باخدم. با خودم گرزیم بردم گفت در اتاق قف کردم گفت به من این که در قف شد گفت گربه شد پلنگی شد ببری گفت همینطور پرواز میکن میومد رو سر کول من گفت چنگم میزد گفت من مثل زن جیغ خب زنان جیخ میزن تو این به زن نباشه گفت یعنی مثل چی گفت جیخ گفت درم قف کرده بودم اونایی که بیرو بودن نمیتونستن من نسجات بدن <applause> گفت از آخر شیشه رو شکندن در باز کردن تو گربه رفت واسه همین ایرانی گربن با ایرانی جا باید نباید خفتش کنی با تحریم یا بخوای با فشار بلکه گربه رو چطور دل به دست میاره ملوسش کن دست پا کشری سرکوی و معروف یه کمی رو اهن طلوب بذار رو شاخشونش تو چنینی تو چنانی تو زخمونی انا و انت من زمان قبل فامیل گربه رو باید ملوسش کرد گربه رو باید نازش کرد بالاخره با سیاست ورزی برجام بهش قالب کن براحتی میشه گربه رو فریب داد اصطلاحان خرش کرد اما طوری که تو برجام ویندی شرمن قطر عشق میری خراخشی کن از یه خط بام از قربونت بام ویندی دردت و کول زیبا کلام گریه نکن عزیزم ای واقعیت رند پال داره درست میگه. بله. من اعتراف میکنم که عامل قدرتمندی ایران که اکنون تبدیل به شریک استراتژیک و تضمین کننده اصلاح روسیه شده است تنها و تنها تحریم های آمریکا بوده است. واقعا راست میگه. چرا ما زمانشا خودمون چیزی از خودمون نداشتیم. آقا ذهن عادت میکنه به تنبلی، به بیاری، بیکاری، به همه چی عادت میکنه. وقتی هست مف وقتی هست تو بازار نف میفروشیم میریم اف 14 میخریم اف 4 میخریم تفنگ میخریم فلان میخریم بابا حوصله داری بری بسازی هوزی ول کو بابا تو سند موشگی هم اگر پیگیری مرشد نبود یا هم ساخت ناف شکن این تجزان نظامی پیگیریای مرشد نبود والله ما به این جایگاه نمی رسیدیم مگر سردار زاده چند بار میگه ساخت نافشکن جماران اینو دریادار سیاریم گفت که یه ماکتی ساخته بودیم رهبری اومدن یه نمایشگاهی داشتیم در مورد نیرو دریایی و من نگاه کرد گفت این چی اسمشه گفتیم نافشکن گفت چرا خودتو نمیسازید پد بالگردم داشته باشه ما گفت جلسه نه بابا این لقمه درشت یا گلوگیر خفمون میکنه وارد کار که میشی کم کم صدها رو میشکنی جماران ما ده سال طول کشید تا ساختیم هفتاده هفت هفتاده هشت تا هشتاده هشت سند چهار سال ساختیم دماوند دونه سه سال ساختیم سه سال چهار سال بچه هن از ایور می از ایور بله دیدم نیرو دریایی سپاه داره کرک اصلا ما این ناو پهباد بره شهید باخری اصلا این ناو هواش... هواپیمابری اصلا باند فرود داره قیامت داره در حال ساخته ماشالله ما ش... این پیش ساخته ناو هواپیمابر هم هست آقا به خدا ایرانی ها اگر بخوان میتونن هر صدی رو بشکن بحثی هم هست که بحث تکراری و گون شاید یه حال به همزن که بین 6 تا 12 سخ و 35 وارد ایران شده و در روز هفته دفاع مقدس سییک شهریور ممکنه اینا رونمایی بشه همچین چیزهایی هم هست که امیدوارم صحت داشته باشد برارو ببینید این ای اربعین حسینی ما فرقه شیرازیه داریم غیر سیاسی هم. شیعه غیر سیاسی تو خود انگلیس تو نمیتونی سر مرغی رو در ملای آن ببری اینا میان در مله آن قمه میزنن 19 شبکه 20 شبکه ماواری در اختیارشون قرار دادن تبلیغشو میکنن فلان خطری نداره فریش شدن تو گذشته بذار تو واسه امام حسین بذار تو کپو خودت چه ارزشی داره وقتی تطبیق پیدا نکنه با حسین زمان یزید زمان شمر زمان یزید زمان امروز نتانیاهو امروز سگونیستان حسین زمان امروز مردم غزن اینا رو درک نکنی مکتب مفل نمیارزه بله این یه واقعیت برادر من آه اصلا زیاد درسته که باید پا بذاری روی پرچم منحوس باید موزه نشون بدی برارو رو این فیلم رو ببینید برا امروز ایران محبوب ترین کشور دنیا برارو رو هر که بهتون گفت نه غلط میکنه امروز ایران محور مقامت تو قلب وجدان های بیدار و بشریت جای داره بله اینو ببینید آمریکایی پرچم ایران گرفته دستش میشه اسمت رو به من اینترگمال گزارش رو پخش کرده حالا به خاطر اینترگمال تصویر رو بر یوتیوب ما ماگیر بگی اسم من لوکا دماجیوست میبینم که پرچم جمهوری اسلامی ایران به من لوک در دست داری چرا من اینجا علیه اسرائیل تظاهرات میکنم و به اعتقاد من ایران به واقع ضد صهیونیستی ترین کشور دنیاست. آفرین ایران اینا میدونم که در دهه 70 میلادی یک انقلاب داشتن. انقلابی که از نظر سیاسی خیلی متنوع بود و جمهوری اسلامی ایران به دست آیت الله فقید خمینی تاسیس شد. و الان در ایران یک سیستمی دارن که انتخابات هست، رئیس جمهور رو انتخاب میکنن، یک نظام چند حزبی دارن. من پرچم ایران رو در دست دارم به دلیل موضعش در برابر اسرائیل. من پرچم ایران رو در دست دارم چون معتقدم سیاستاشون ضد ترین در جهانه و چون من علیه سهیونیسم هستم چون به ضرر مردم است و من و همه کسانی که دورور من بزرگ شدن و زندگی میکنن آمریکایی آفرین و من فکر میکنم حمایت آمریکا از دولت اسرائیل در جهت منافع مردم آمریکا نیست اونها پول هنگفتی از مالیات مردم آمریکا رو مصروف این پروژه اسرائیلی خلق امروز تمام جوانان به خور معروف الیت تحصیل کرده و متفکر در غرب در آمریکا همین نظرشون هر که اندکس سر سوزنی وجدان داشته با یک دولت سهیونیسی در خواهر میانه میکنن بله برق بالا البته از داخلی برق نیارن پایین خیلی خوبه مثل چی؟ عباس عراخ چی؟ گوید با قیرنم پردمم او و نه قیرنم کارم خروه عباس عراقچی صحبت کرده به عنوان وزیر خارجه ایران و در اولین صحبتاش گفته که من پاسدار بازگشت به برجام و فلان و وزیر خارجه ایران در نخستین مص... مس... در نخستین مسابقه خارجی خود با خبرنگاری کیودو ژاپن بیان کرد که به دنبال مدیریت تنشها با واشنگتن و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی بر اساس شروطی است عراقچی در این باره گفت وزارت خارجه ایران به عنوان گام تعیین کننده در راستای رفع تحریم اقتصادی ایران و بازگشت به روابط تجاری عادی در جامعه بین المللی به دنبال مدیریت تنشا با واشنگتن و بازسازی روابط با کشورهای اروپایی خواهد بود اما فقط مش... به شرط آنکه روی کرده خصمانه خود را کنار گذاشته و برای احیای توافق هسته 2025 و رفع تحریما تلاش کنند بله هر اورانیوم 60 درصد داشتیم تو هم مثل جواد ذلیل گوبگشاد حسن قریدوت برو اکسیدشون کن بره پیکارش کارش برو برگرد به توافق 2015 خرید کفوت خاک ده شونت هر بیرون برقم بالا چرا روسیه و چین به ما اعتماد ندارن سال مهمیه چرا روس گاهی وقتا ما از روسی هم نقمه های مختلف میبینیم مثلا لاوروف در مورد زنگزور و فلانی موازه دیگه میگه که کاملا در تضاد با منافع ایرانه اولا اینکه در روسیه هم جریان غربگرایی موجود لاوروف یه غربگرای متاسف اما پوتین به شدت اصطلاحا نگاه به شرق و ایران و چین داره و خیلی هم مهر داره به رهبری ولی بالاخره غربگران تو روسی هم هستن وقتی این صحبت های امثال عراقچی رو میفهمن میدونی چی میگن میرن پیش پوتین یا خودشو دیدی گفتم ایرانیا یا قابل اعتماد نیستن چند وقت پیش بود چند ماه پیش بود صحبت های مطرح شده بود که ایران و آمریکا در عمان مشغول مذاکرن خب این چه پالسی میفرسته به دوستان ما حتی محور مقاومت که گوی ایران داره مذاکره میکنه سر ما رو بیکلا میذاره آش نخورده و دهن سوخته خب این سیاست ها غلطه برادر من قرار چینی ها در 25 سال 400 میلیارد دلار در کشور ما سرمایه گذاری کنن بعد همزمان میرن به هندیا نزدیک میشن که هندیا هم که یه آدمای پلشت بی ارزش مفخور مردخور تنها اینجا باعث ناراحتی متحد ما میشه که چینیا بیشتر به ما احتیاج دارن که ما به چینیا اصلا هر دوتا منافع ما در هم تنیده است نمیگی مثلا نریم با اروپایی یا اینا مذا ولی این بازگشت به برجام و این چیزا یعنی چی عراخشی برجام 2015 دوباره هر چی مؤلفه قدرت بود بیاد به فنا بره بعد تضمیناشم هم تزم... جلاب جانکری آینده هم تضمینش چند بار ما باید یه راهی رو باید بریم و به شکست برسیم تا, تا دست برده یوز کنیم چند بار باید از یه سوراخ گزیده بشیم الله اعلم ما متاسفانه سیاست منسجمی نداریم آقا وزارت خارجه مو به به امام حسین اگر وزارت خارجه رو تعطیل کنیم هیچ اتفاقی نمیافته تازه کلی هم لحاظ ارزی و دلاری و هزینه هم صرف جویی میکنیم امیر عبداللهیان بودن واقعا که ما هم تکرار ناشدنیه توی سه سال واقعا کاری کرد کار سو اما همچنان بدنی وزارت خارجه هم غرب گرو هم هیچ فایده نداره سفرا مو عباس موسوی ها هستن زیر مشکلو بسی مطرح شده بود قرار بشه سخنگوی دولت پزشکیان ما سیاست منسجمی نداریم تو وزارت خارجه اینه که باعث ناراحتی دوستان باعث میشه که ما بیه دوستان ما به ما بی بشن به زن نگاه کنن همیشه س... چی میگن سوء نیت وجود داشته باشه خود آمریکایی میگن برجام مرد برجام کجا کدوم برجام ما میگیم بریم آقا ساخت سلاح هسته ای ما الان تهدید هستی اصلا شرایط امروز با 2015 قابل قیاسه ما در آستانه حتی شروع یک جنگیم تو میگی برگردیم و برجام 2015 جان به سمت تنش میرود چی را این بار دیگه ما میخوایم در کجا بتون بریزیم الله اعلم نه اروپایی ها نه آمریکایی ها با ما صاف نخواهند شد آقا رهبری هم گفتن آقا اینا بس بس اینه که اینا با ایران قدرتمند مشکل دارن این هجمونی که ایران در منطقه تشکیل داده این محور مقامتی که تشکیل داده آقای عراقچی برخلاف نظم لیبرالیستی بوده نظم غربی بوده که بعد جنگ جانی دوم شکل گرفته خب غربی ها نمیپذیرن خ... نمی اینو ایران قوی رو نمیپذیرن همه کار میکنن تا زمین بخوره جنگ ما با اینا ایدولوژیکه احمق های مثل زیبا کلام ها خیال میکنن غربی ها ایدولوژیک ندارن همه پرگماتیستن عملگران همین قا... امریکایی مذهبی ترین افرادن ایدولوژیک ترین افرادن چه حالا به لیبرال دموکراسی چه لازم مذهبی هم کلی ب... مذهب... و سهیونیست و اینا همه جران مذهبی هم. ما یه بار نباید دیگه از این سوراخ گزیده بشیم ولی زشت قباحت داره به خدا و آیا این این حرفا این که در اولین سخنرانی خاص بازگشت به برجام تایید و حرف اول من نیست بعد انتخابات گفتم بوی تغییر ریل میآید و ما باید منتظر می بیم آیا این تغییر ریل چه خواهد بود چون هر بار ما خواستیم یک تغییر ریل بدیم با شرایط قبل از خودش رئیس جمهوری اومده مبتنی بر این شرایط مثل احمدی نژادی که قطار هستهی ترمز چکند کلی ما در زمینه هستهی پیشرفت کردیم مثل اومدن اصلا قولی دوزی که اومده بود رفع تحریم بکند رئیسی که قرار بود تحریم رو دور بزنیم مقداری شرایط کشور بهبود ببخش و حالا مشخص میشه در چند ولی به خوبی عیان است برارو رو و این تلاشی است که برای تایید کابینه هم خودش زن برانگیز است که واسه این تغییر رای لزوما با ما به این کابینه احتیاج داریم اما جدا از این صحبت های زیر مشکلون من میخوام یه سال بپرسم سال دارم نتیجه گیری نیست خواهشن به عنوان نتیجه گیری نگاش نکنین آیا نظام جمهوری اسلامی به جریان مذهبی پشت کرده؟ چرا اینا میگم؟ اولا آیا این مسبوق به سابقه است؟ بله صدام حسین بعد جنگ خلیج فارس اول تا قبل از اون تماما نگاش به بسیا بود و سونیا بعد جنگ خلیج فارس اول به خاطر که دل سونیا رو به دست بیاره ببخشید دل شیعیان رو به دست بیاره و مذهبیا نه شیعیان نه دل مذهبیا رو به دست بیاره یعنی در... اینطور تصور کردم که در کنار بسیا که همیشه با منن دل مذهبیا رو هم به دست بیارم حالا فرق نمیکنه از هر دو طیف الله اکبر رو گذاشت تو پرچم در کنار اون سه تا ستاره حزب بس دو ستاره است یا سه ستاره و تلویزیون تا قبل از اون ما که منطقه ما بود کلا این که شهرهای نزدیک مرز خیلی تل... نشون میداد نزدیک به سکسی تا قبل از جنگ خلیج فارس اول سریال های مشهور اون زمان کانون و نمیدونم فلان و بعد آنتنا بلند میگرفتیم و والا برفکی و بدبختی ولی بعضی وقتها شرجی بود هوا خشنگ میگرفت بعد تم عوض شد بعد جنگ خیج فارس اول جریان مذهبی شد اما نتیجهش میدونی چی شد دوستان نه تنها جامعه مذهبی به حکومت بحث صدام جذب نشدن بلکه باعث ناامیدی سرخوردگی بحثی ها شدن و همون بحثی هایی که تو جنگ خیج فارس دوم کنار کشیدن و بعضا خیانت کردن مثل ناجیه صبری الحدیثی تنها وفادارش همون سخنگوش بود اه... کی بود عبدالسلام تنزم شده بود یه نمونهش هم گرباچوف بود برار با اون سیاست های گلاسنوسک و پروستوریکا پشت کرد به حزب کمونیست واسه به دست آوردن دل, دل, لیبرال ها حتی حزب کمونیست هم غیر قانونی اعلام کرد و دیدیم چطور به سرعت فرو پاشید لیبرال ها هم پشت نظام نیستادن انشالله که ما ای طوری نیه ولی روند تحولات چند سال اخیر به خوبی نشون میده که گویی بخشی از نظام بر علیه جریان مذهبی تقیان کرده کودتا کرده چرا اینا رو میگم اولا بحث هجاب و اینا خیابان که کلا رها شد قرار بود قانونی آقای قالیباف توی چند سال قانونی تصویب کنن اون کالند رها کردن این بین شورا نگهبان و مجلس اینا دست به دست به اینجا نرسید کارشکنی واسه اینکه ما رها شدگی میبینیم در فضای اجتماعی جر بالاخره دغدغه من تو این جریان کی مذهبیان دیگه هم به معروف و نه منکر کلا تعطیل شده اگر هم انجام بدی گردن خودت گردن تا بشکنن هم هیچ قوه خزایی هیچ چیزی ازت حمایت نمیکنه. خینت گردن خود تا و این یه نمونش بحثی دیگه انتخابات که بخشی از جریان حتی که تا دیروز خودش اصولگرام میدونست سور ایستادن در کنار یه جریانی که غربگراست تا جریانی که امروز اونا اسمش گذاشتن متحجر به قدرت نرسه متجر که همین مذهبیان دیگه امروز اسمش گذاشتن متجر. از نگاه اینا هر که مذهبی باشد و دقدق مند بهش میگن متحجر ثابتی متجر، رسایی متجر، جلیلی متجره اینا همه فکت ها رو دارم این کدا رو دارم میگم دوستان عزیز که یه جریانی میخوان جریان مذهبی رو به هاشیه ببرن ببینین عکسو رو خیلی جالبن تنهایی همسا حمید رسایی میب... رو میبینیم ببخشید ثابتی رو میبینیم مافیا مشغولن یا این عکس این عکس هم ثبت بشه در تاریخ این هم تنهایی امثال رسایی ها جریان مذهبی در مجلس یادتون میارم با این عکس مخالفتی که آقای رسایی داشتن با برجام نوشتن و مون به یادگار این عکس تنهایی امثال ثابتی منو یه عکس از زمان هیتلر انداخت که همه سلام به هیتلر کردن و یک نفر به هیتلر سلام نکرد این عکس جالبه بدونید این شخص در کارگر بندر بود و زن یهودی هم داشته بود این عکس مربوط به 1936 قبل جنگ جانی دوم سه سال قبل از و همون سال اول جنگ هم بارش میکنن سربنیستش میکنن امروز در عرصه داخل ایران جریان مذهبی تنها تر از تنها امثال عجمیان ها هم دیدید قوه قضایی ما هم با جریان مذهبی با اخماز برخورد میکنه هنوز بعد از دو سال قاتلین علی وردی مشخص نیست حکمی براشون صادر نشد اما رفعتشون نسبت به براندازان دیدیم دیگه نسبت به سلبریتی ها دیدیم که چه فرد فرد حتی جاسوس ها اونا که مثل نیلوفر حامدی و اله محمدی که خودشون باعث شدن این فتنه به وجود بیاد اونو دیدیم اما این سم مشت آهنین برخورد شدید دیدیم سیبل کرده بودن حسن عباسی و رایفیپور و اینا سیبل جریان بخش دیگر نظام بودن چرا؟ چرا همه اتفاقات صورت میگیره؟ تنها گذاشتن آقای جلیری اونم به قصد اینه که شکست بخورد همه اومدن پای کار حتی بخشای از سپا اومدن پای کار خوی زن برانگیزه برادر من ما داریم سال میپرسیم گفتم ما فعلا نتیجه گیری نمی کنیم کلید واژه همه شو هم تعجره چی شد که امروز انقلابیگری شده تعجر وفاداری به آرمانهای انقلاب و اسلام شده تعجر دامن تعجر واسه ما معنی کوی تا کجاست شما کی هستید در مقابل ببینید عکس من باخره میبینید و هاش که این روزا واق واق زیاد میکنن تو فضای اولی تنه حسام دین آشنا رو ببینیم تنهش زننده است اما در اون یه حقیقتی است برارو راست میگفتید شما اسکل نظامی بله اسکل نظام جران مذهبی در ظاهر می میگفتن می نظام دست حزب اما در عمل در باطن نظام دست امثال مرعشی و کارگزاران سازندگی و بافی ها و نور چشمی ها و جن برتر و لیبرال هاست بچه مذهبی اینجا اسکل نظام هن کتک نظام فوشخور نظام در این توییت زننده حقیقتی وجود داره آقا که امروز آقا بخشی از نظام داره او بخشش کنار میذاره با اتهام با برچسب با پرونده سوزی با همه کار با کسیفترین ضد اخلاقی ها دارن این کار انجام میدن دلسردی که از چند ماه اخیر بر این تیف حاکم شده همین از دیروز تا امروز چقدر باعث رنجش این تیف شده ناراحتی و بغض و که مقصر کیه مسئولش کیه اینو همه پرسش های ماست اگر تغییری آقا اتفاقی تو کشور افتاده بگید بگید اگر کودتایی شده اگر نظام قوانین چیزی قرار چکار میگه آقا دیسکو باز کنید باز کنید آقا اگر قرار آقا بی قانون بی رو تصویب کنید آقا به همه بالاخره بدونن چند چندن امروز هر رو که, که مخالف وضعیت موجودی کسافتی که تو جامعه شگفت گرفته تو فضای مجازی که راه کردید باشه بهش میگن متاجر بعد فردا تقیب به تو خورد متاجر ها برن کتک بخورن مسله بشن کشته بشن در داغون بشن تا امثال قالیباف و حسین مرعشی و کارگزاران سازندگی و اتاق بازرگانی و اینا هم برای لفتلیس و بخور بخورشون و چمبره زدن تو سفره انقلابشون دستشون باز بار بخور هپلی اپو کنن <applause> تشبونند ولات اینا همه برای من یکی شبه برانگیز است آقا چرا امروز جریان مذهبی سیبل شده و یاری بی سابقه که به دولت پزشکیان کردن علج ای سمت ها لا حب علی الا بغض ماویه اینا همه معنی داره برادر من ببین مشاور حالیباف چی میگه ببینید عکس مربوط به فروردین امسال به قول چیز اینا اه چی بهش میگن سر اینا این گمال کی بوده حدادادل گفت اینا سر تنو، تنو، تنومن سر تناور پاجوشا ها و رو پاجوش کن پاجوش عددی نیستن حالا واژش زنم پرید چنارها اینا چناران تصمیم گرفتن این مجموعه برای حضب جریان مذهبی از تو اتمسفر سیاسی ایران کمکی که لیبرال ها مثل پزشکیان کمک کردن به قالیباف که رئیس مجلس شود پوششی عمل کردنشون واسه اینکه ریاست جمهوری رو ببرند و بحث رأی اعتماد هم که دیروز دیدیم تمام اما به قول معروف احتمام آقای قالیباف به سمر رسید و رأی اعتماد گرفت و مشت محکمی هم نه تو دن آمریکا تو دن ما همه ما زدن <applause> نوش جون ما <applause> بله ببین گمال چی گفته امیر چیزری اسمش میگه امروز از رو چیز بخونم کمی دوره بله میگه امروز خارج سازی مقابل خالص سازی پیروز شد خارج سازی خارج سازی تحجر از دوایر تصمیم گیری راه بردی که آغاز آن فروردین 402 تاریخ این جلسه که گذاشتم کنارها نشستن با هم دیگه تا او جریان حض بکنن کلید خورد پس از دولت سایه و رأی اعتماد کابینه نقطه آخر صد و سیما خواهد بود با صبر استراتژیک انقلاب اسلامی پیروزی دفاع مقدس و نابودی داعش رو تجربه کرده است و شما گو کنید یا یک گمالی دیگه به اسم امیر تفرشی توییت زده دولت را پس گرفتیم زن زندگی آزادی را وزیر کردیم منظورش با ظفر مبارک تو ان مبارک قالیباف رسما حامی است پرپاکورس زن زندگی آزادی بود صحبتاش هم هست تازه میگه همه کار کردیم تازه بعد اون مزد خویم بکنیم واسه مسا کمله و اینا تالا هر کاری کردیم کم بوده واسش این عکس هم جالب بود شباهت لاریجانی و قالیباف بازم با یک چیز رسایی زاکانی بالا واسه تصویب 20 دقیقه برجا اینجا هم ثابتی و رسایی واسه رأی اعتماد گوترهی به کابینه دولت پزشکیان میگه باز هم زورمون به لابی دولت و مجلس نرسید هشتگ تصویب 20 دقیقه برجام بعد میگن مجلس دست جریان انقلابیه آره خیلی راست میگی کو کدام لایه انقلابی رو شما دیدید کدام کار نه برادر من مجلس دست مافیای چپ و راست مافیای اصولگرا یادتون گفته اینا همه یکی هن. مافیای اصولگرایی به ریاست قالیباف با مافیای اصلاح طلب مجلس دست ایناست بقیه اسکل ماجران همونطوری که سامدین آشنا گفته بقیه فشخور ماجران فقط باید چی میگن غصه بخورن و بزن تو سر خودش و مافیا مشغول به کارن اما قالی با چهار سال هم تموم میشه ببینم دور بعد چقدر رای میاریم ست هزار پنجا هزار بالاخره آخر آخبت دیدنی زیر مشکلو بله او برنامه از دستم رفت طولانی تر شد خب دوستان این چی بود؟ بله میگه از اینه کردن از رهبری برای رأی ره گرفتن از مجلس یک حرکت فوق کسیف و در جهت انداختن ناکارآمدی و خطاب به گردن رهبری بود پایان بله دیگه همین همین دیشب کریمی فک دراز و صدا آمریکا هم گفتن اینو که اینا دیکتاتوری رهبر تعیین کرده اینا اینترگامال هم گفت ببینید واکنش به تایید دولت پزشکیان در مجلس یادآور هیتلر و کمر به نابودی قانون بستن است تایید همه وزیران پیشنهادی رئیس دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی و تاکید مسعود پزشکیان بر هماهنگی کامل او در تایید تایید فرس پیشنهادی را علی خامنهای و نهادهای اطلاعاتی واکنش هایی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است در این مورد کاربران شبکه‌های اجتماعی این روند را تایید نمایشی بودن انتخابات حکومتی و کمر به نابودی قانون بستن دانستن بله دیگه نتیجهش همینه آقا نتیجه همینه بله تموم شد هر چند مطلب زیاد داریم این عکس هم دیدم در خاتمه حیف اومد نگم برکات اربعین حسینی جدا از این کسافت های سیاست در ایران دیدار زندانی و زندانبان ببینید ببخشید سمت راستی ایرانی زندانی سمت چپیه که بسی سابق بوده اسیر ایرانی در کنار زندانبانش و همینطور اینا دیگه با هم دوست شدن و رفیق شدن و بخونم براتون میگه که اگر میخوایید بدانید اربعین دقیقا بین ملت و ایران چه ارتباط ارتباط و تحولی بوجود وجود آورده است به تصویر زیل نگاه کنی سمت راست اسیر ایرانی علی ایدریس و سمت چپ ابو محمد عراقی نگهبان دوران اسارتش است خانواده اسیر ایرانی اربعین امسال در خوب چشمام نمیبینم متاسفانه از رو چیز بخونم بله در صورت مهمانش بودن تو شهر هله خبی برکات عربینه دیگه ولی او کلمه ای که چشم بله خانواده اسیر ایرانی اربین امسال در مبیت میان کفل و هله مهمان ابو محمد بودن زیارتتون قبول اجرکم مقبول سعیکم مشکور خب دوستان برنامه ما به پایان رسید قربونتون برم سپاس از مهرتان پیروز باشید یا علی